بنای باشکوه تاریخی که سقف خانه های آن از خطرات بارش باران حالا در امان است. هرچند کار روی کاشیکاری و قسمت های بیرونی این آبده تاریخی ادامه دارد، اما کار خشت فرش بام های آن تکمیل گردیده است. در زمستان سال گذشته کار این پروژه از سر گرفته شد که بیش از 3000 متر مربع کاملا خشت فرش شده است. کارهایی که ضروری بود، از همه مهمتر کارهای پشت بام ها بود. جایی که برداشته شده بود الحمدلله اونها تکمیل شد و بسیار به شکل احسن که فعلا پشت بام ها ما اینطور خطر خاصی نداریم، الحمدلله هیچ مشکل نیست. ترمیم و خشت فرش بام های مسجد جامع بزرگ هرات داشتیم از بودجه ریاست اطلاعات و رنگ و ریاست مبکری محترم ریاست محترم شهرولی یا تومانای مسجد جامع بزرگ را تحت رهبری مستقیم مقام محترم ولایت جناب شیخ صاحب اسلام جور به کار از الحمدلله پای یک بول رسیده. انجمن خدمتگزاران مسجد جامع بزرگ هرات بیشتر هزینه خشت فرش بام های این بنای تاریخی را پرداخت کرده است. اکثریت تاجران ملی و سرمایه‌داران اعضای این انجمن هستند. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید در حال حاضر هیچ خطر متوجه بام های این آبده تاریخی نیست، اما کار در دیگر بخش های آن هنوز هم جریان دارد. بناهایی که نیاز اولویت داره مثل رسیدگی به خشت فرش های بام های مسجد جامع شریف، پارک مسجد جامع شریف، منار پنجم، مسجد جامع کروخ یا بعضی اماکنی که نیاز به رسیدگی دارن، امارت اسلامی افغانستان کاملا مصمم است، بلخص وزارت اطلاعات و فرهنگ. آنگونه که مسئولان مربوطه میگویند کار خشت فرش بام های این مسجد تاریخی حدود 50 میلیون افغانی هزینه برداشت است. آگاهان فرهنگی به این باورند که به هدف جذب گردشگران داخلی و خارجی نیاز است تا آبده های تاریخی حفظ و مرمت شوند. ما باید راهکارهایی که امروز در جهان به شیوه مدرن استفاده میشه، ما هم باید روی از اونا تحقیق بکنیم. ما به همون شیوه ها ما همین آثار خود نگهداری بکنیم. در حال حاضر دو پروژه دیگر نیز در قسمت کاشیکاری های سنتی و ساخت و ساز فضای بیرون مسجد جامع بزرگ این ولایت جریان دارد. کاشیکاری روی دیوار ساختمان این بنای تاریخی از زمستان سال گذشته شروع شده است.